یکی از سنت‌های عالی دنیایی سنت اپرا میباشد که آن هنوز از دوره خیلی کهن پیدا گشته و تا به امروز آماده رسیده. این نمودی سنت در وطن ما نیز تا اندازه‌ای رو به رشد آورده است و در این جدا هنرمندان باوری هستند که آنها آبرو و نفوذ ملت ما را نه تنها در داخل بلکه بیرون از حدود مملکتمون برداشتند. و یکی از چنین هنرمندان هنرمند مردمی تاجیکستان رستم دولایف میباشند که الحال مهمان برنامه ما هستند. رستم دولایف، هنرمند مردمی تاجیکستان، زیاده از 30 سال باز در شاهرای آوازخانی اکادمی قدم میزند. رستم اساساً به صنعت اپرا، خواندن رمانس و آریاها دلبستگی خاصه دارد. più mal vento muta d'accento e di pensiero sempre un amabile leggiadro viso il pianto in riso e menzognero la donna è mobile qua più mal vento muta d'accento di pensier e di pensier e di pensier. دوستم خبستم تشریف شما رو به برنامه لدینه خرمده میگویم و سرول میخواستم چند سخن در باره قدم های نخوصی نخیش در جدای موسیقی ابراز میدوستیم. شکر زیاد. اصلا این ارزو از سن خردسالی در نهاد من بود و این رو من در مکتب میانه وقتی که تحصیل میکردم در همونجا سرودخوانی میکردم. بعد به دوشنبه سفر کردم و تمام ارزو و عمل همون بود که برای صنعت یک کسبی صنعت پروفسیونال رو خوانم. سوالات بود کما بیش، لیکن مقصد با این جوده صنعت نبود. مقصد دیگر چیز بود. مقصد مثلا من نمون سرودخانه مرحوم الدین هاشمی بسیار معقول بود و زمان می خواندم و وقتی که در سالای یک سال اول که در دوشنبه تحصیل می گرفتم من نمون سرودهای مرحوم الدین هاشمی رو زیاد می خواندم. زنجیری سری زلفی تو مجنونم کرد، یه نو دیدنی روی تو جگر خونم کرده، یه ناگه نظرم فتاد یه برخالی لبت وای یه خونی لبی تیز شر یه بیرونم کردی
یه آبی غریبی خونی جیگر میتاوی از کدوم استادان صنعت درس مهارت رو مختید؟ اصلا من وقتی که بار اول به دوشنبه آمده بودم و در آموزشگاه موسیقی داخل شدم، در اونجا با دستپرور بزرگ مرحوم امیر کوین جمله خان بودن که و این استاد به من تمام نزدیکی صنعت و نه یک صنعت و تمام پیشروی صنعت و آینده مثال فرهنگ صنعتی اپرا به من فهمانده بود. Io t'amo, uscire adesso, ora che accende un fuoco esterno. O inseparabile d'amore il Dio, stringevo vergine tuo fatto al mio. خب میخواستم نظری شما رو درباره دنیای موسیقی بفهمم. چه دنیایی دارد؟ صنعت موسیقی یک دنیای بی‌آخر است. هر یک صنعتکاری که شب و روز مشق کند این البته این آخر ندارد و هر قدری که مشق کند و هر قدری که پیش رود این پیش روی است و این بزرگی صنعت است که یک آخرت ندارد. لیکن این صنعت اپرا یا که بالت این یک صنعتی است که مثال این صنعت مثال گیم این صنعت عالی کسبی است. یک صنعت عالی کسبی است که با این و در گذشته با این صنعت بیشتر اشوزده بله اشرف یک صنعت اشرافی است، صنعت اشرافی است و البته برای این یک فرهنگ و مدنیت خاصه در کار برای این صنعت رو از خود کردن و من بعد این رو بلدی همین استاد و در همون آموزشگاه ما یک نفر تاجیک من بودم، دیگر همه روس ها بودن. بعد در همینجا من خواندن رو خواهی سر کردم. البته خیلی من اول زبان روسی رو نمیدونستم، لیکن ما آهسته آهسته زبان رو از خود کردم و تا همون درجه حرکت کردم، نقص خوندم که در همون دوسکه فخری آموزشگاه در بین بعد دو سال عکس من آویزان بود همچون یک اعلی خان. دوام خواندن من مدت بسیار جوان بودم، بعد با معلمم حرف می زدم و اون معلمایی که در اونجا بودن من می گفتن که این رستم دولایف با این داستان کلان رستمونه می گفتن که این زیبی این در ساختمان کار کرد باید که در ساختمان کار کند با این جوسای پهلوان با این جوسای بلند بلند بله این گپا من بسیار هم یک نمی فهمیدم، خیالات بدیل نزدیک می گرفتم. از معلمون این سخن رو من حس می کردم که برای چی این سخن رو می گفته باشم و من هر یک سخنی که مثل این امیر ملاقند رحمتی برای من همچی یک پدرم بود بسیار احترام داشتم و می گفتم معلم و این معلم این خیلی گفت و این معلمش این خیلی گفت و با من نصیحت های خواسته میکرد و می گفت که بگذار به هیچ گپ گوش کردن در کار نیست و باید که شما روی خود را در این جاده یابید. بله در این جاده روی خود را نقص تر یافتن در کار. و بعدا شما را تقدیر کجا بود؟ به کدام دانشکده بود؟ بعدا می رو گویم که البته همین قدر دیدم و نگاه این مردمی که در اونجا با من مثلا می خواندم و نگاه این رو ما را یک تربیه خواسته داد. من خواستم و خواهش من زیادتر بود نسبت همین کسب. بعد همون ختمی آموزشگاه من به مسکو سفر داشتم با کنسرواتوری چایکوفسکی در اون با کمک استاد در اون وقتا وزیر میرزا شایف بودن با من کمک کردن و رفتم. در وقت این سفرم یک خیلی مشکلی زیاد بود پیش من مشکلی زیاد بود آمده بود و من نکه به هر حال حرکت کردم و من رو در اونجا گرفتم. در کورسی اول نه ولی در چی میگم در اون کورسی تیاری که یک سال باز با شعبه تیاری با شعبه تیاری مرا گرفتم. بله بعد
با اونجا یک معلمم بود که اون هر به ازبکستان و به تاجیکستان زیاد سفر داشت. اون معلم نام او تیتس گوگاناتانویچ بود که این هر سال با همین مملکت های آسیا میانه ازبکستان و تاجیکستان آمده، از اینجا همون مثال جوانایی که لیاقت داشتن اونها را انتخاب کرده میبرد به مسکو. لیکن به من اونقدر نمیدونم نخواست کمک کردن، یعنی توجه خاصی ظاهر نکرد. بله نکرد. و من یک روز به من گفت برگرد به همون تاجیکستان، برای اینجا خواندن مشکل است. اینقدر من را دیگر بسیار خیلی جای پناهی نیست، من بسیار گریه کردم برای چی این نمیخواد من را، برای چی. لیکن برحال من در اون کورس تیاری یک سال خواندم. بعد خوشبختانه از تاشکند یک پروفسور الکساندر بارسوف من را با تاشکند دعوت کرد. من رفته در تاشکند ختم کردم، بعد برگشتم به تاجیکستان و در تئاتر ما کار را سر کردم. بله، رستم آن همه ناهمواری های زندگی را پشت سر نم. قلبش نشکست، بلکه دلبستگیش نسبت به پیشه انتخاب کردهش زیادتر گردید. با قدم های استوارتر و قویتر راه به سوی قله مراد پیش گرفت. ایتالیا سفر کردید، با مرکز صنعت اپرا، با اون جایی که در اینجا اپرا پیدا گشت است. و ایتالیا رو میگن که ایتالیا پایتخت، یعنی مادر اپرا است. البته در با ایتالیا رفتن یک امر محال بود. این من وجود برای یک تاجیک، یک گویم که عموما نمیدونم مشکل و امر محال بود. لیکن خوشبختانه با ما با بعد استقلال، وقتی که سرفراز شدیم با استقلالیت، خوشبختانه بعد ما سفر کردیم به ایتالیا و در اون جامان از معلمان بزرگ، معلمی مثال با این یک میدونم نام یک معلم بزرگ رو گیم، مایسترو تونینی. یک مایسترو است که یک معلمی است که نه تنها در اروپا، در تمام جهان معمول است. معمول است و اون رو تمام مثال هنرمندانی که در تمام جهان مشهورن او میشناسن و از اون سبق گرفتن. و من هم یک فرد تاجیک خوشبختانه از خدا شکر که با اونجا سفر کردم و در زیر تربیه این معلم بزرگ منم این جانب خوشبختانه داخل شدم و از اون معلم سبق گرفتم که برای این افتخاری به فکرم نیست. این یک بزرگی است و یک شکر اون فیض و برکت ملت. همچنین یک فرد تاجیک من خوشبختانه وقتی که من از ملت خود، از فرهنگ خود، با این مردم، با این معلمان حرف می زدم، با آنها یک دوستی نسبت فرهنگ ما پیدا می شد و من را می خواستن بود بسیارتر با آموزن. Viviamo, viviamo nell'etico
del Faiora, e là fuggevan loro, si inebriavan nuta, le bianne dolci fremiti che suscita l'amore, poiché quell'occhio al cuore onnipotente. Trovoni, trovoni, sono